به اصطلاح زمین و آب‌های زیرزمینی را نیتراته می‌کند. باید شما کودهای حیوانی را هم تبدیل کنید به کودهای بیولوژی و بعداً استفاده می‌کنید. خب خیلی هم ساده هستش، انشالله شاید در برنامه‌های بعدی شما بتونید روی کودهای مثل ورم کمپوز یا کرم پوسال که در ماده 193 قانون برنامه پنجم توسعه هم تصویب شده از اون بهش استفاده بکنید. و بعدیش این هستش، خب حالا آفاتی که در گیاه‌ها مواجه خواهیم شد، این آفات رو چیکار کنیم؟ ما آفات الان خیلی راحت میایم سم و به قول مفتنی به عنوان راحت‌ترین کار داریم باهاش برخورد می‌کنیم، استفاده از سموم که اصلا این آخرین مرحله است. استفاده از سموم رو باید بذاریم در آخرین مرحله و زمانی که دیگه ما به هیچ نوعی نتونستیم با آفات از طریق طبیعی و محیط زیستی باهاش مبارزه کنیم، اون موقع ما تازه باید بیایم از سم استفاده کنیم. از مهمترین شاخص‌های گیاهان ارگانیک این است که از 3 سال قبل خاک کشاورزی با فاضلاب آبیاری نشده باشد و فاقد فلزات سنگی مثل سرب و همچنین فاقد کلورور پتاسیم باشد. در چرخه تولید مواد گیاهی از ترکیبات علفکش، حشره‌کش، قارچ‌کش، آفت‌کش، کود شیمیایی، جونده‌کش، لارو و تخم‌کش استفاده نشده باشد. به هیچ عنوان پرتودهی با اشعه گاما و یونیزان و مواد شیرین کننده و رنگ دهنده مصنوعی در آن به کار نرفته باشد. در تولیدات حیوانی مانند گوشت، شیر و تخم مرغ نباید در زمان رشد حیوان از هورمون یا آنتی بیوتیک ها و غیره استفاده شده باشد و باید خوراک و آب حیوانات کاملا از نوع ارگانیک باشد. تو تعریف محصولات ارگانیک ما میاییم به این اشاره میکنیم که باید 3 سال از پایشش گذشته باشه تا محصول رو ما ارگانیک فرض بکنیم. خب برای اینکه اصلا محصول ارگانیک رو به دست بیاریم چه کاری رو باید بکنیم؟ باید قبل از این 3 سال کاری انجام بدیم؟ فقط این 3 سال اهمیت برای ما داره؟ یا اینکه نه، این 3 سال میگذره و در انتها ما میگیم که خب حالا رسیدیم به مقطعی که از اونجا به بعد میتونیم بگیم محصول ارگانیک رو میتونیم تولید بکنیم، قابلیت تولید این محصول ارگانیک رو داریم؟ خب طبیعتا ما در این 3 سال میان الان برچسبایی رو درست میکنن که این محصول در حال رفتن به سمت محصول ارگانیک هست و در این مدت 3 سال ما باید استفاده از کودهای شیمیایی، استفاده از سموم، استفاده از آب فاضلاب رو متوقف کنیم و زمین آماده کنیم برای حرکت به سمت تولید محصول ارگانیک. خب بس این 1-2 سالی که حالا محصول کاملا پاک نشده به قول مفتن، اون زمین هنوز پاک نشده، چه اتفاق میفته؟ این محصولی که در سال اول یا سال دوم داره تولید میشه، این محصول هم بهش برچسب خاصی رو میخوره که شما بتونید بین محصول غیر ارگانیک با محصول کاملا ارگانیک یک دامنه فاصله ای هم داشته باشید. عبارت محصولات غذایی ارگانیک را اولین بار یک اقتصاددان آلمانی به نام اشتاینر در سال 1924 تحت عنوان اقتصاد کشاورزی مطرح کرد و در سال 1980 میلادی کشورهای اروپایی قوانین مربوط به غذا و کشاورزی ارگانیک را وضع کردند و در سال 1990 عنوان استانداردها برای محصولات پاک تدوین شد. 20 سال است که در اتحادیه اروپا گواهی کشاورزی ارگانیک صادر می شود. فرانسه اولین کشوری است که برای میوه ها و سبزیجات و غلات برچسب دولتی با عنوان کشاورزی ارگانیک ارائه داده است. اکنون استرالیا 84% از اراضی کشاورزی ارگانیک دنیا را دارد. محصولات غذایی زیستی ارگانیک به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارگانیک می شوند. نوع مستقیم آنها به این صورت است که اگر برای پرورش میوه و سبزی از مواد شیمیایی استفاده نشود و به جای آن از کودهای گیاهی و حیوانی استفاده شود، این محصول به صورت مستقیم ارگانیک می شود. نوع غیر مستقیم به این صورت است که سبزی و علوفه‌ای که برای خوراک دام و طیور استفاده می شود باید از نوع ارگانیک باشد تا بتواند سلامت فرآورده‌ای مثل شیر اطمینان حاصل کرد. از تمام غذاهای ارگانیک تنها میوه ها و سبزی ها بر بدن انسان تأثیر مستقیم دارند و
پس هنگام خرید آنها باید توجه خاص به علامت ارگانیک داشت. اینکه کشاورزی ما تا الان به صورت سنتی اداره می شده، این به معنای یک تهدید است. اما داخل این تهدید یک فرصتی وجود داره به نام کشت محصولات ارگانیک، چرا که بسیاری از زمین‌های ما هنوز آلوده به کودهای شیمیایی و یا سموم نشدن. اما نمیدونم چرا این باور غلط وجود داره که ما با استفاده از سموم شیمیایی و کودهای شیمیایی میتونیم محصولاتمون رو افزایش بدیم، اما به این فکر نمی‌کنیم که این زمین پس از مدت‌ها بعد از استفاده از محصولات شیمیایی خشک میشه و از بین میره. اما اگه بتونیم اینها رو در جهت تولید محصولات ارگانیک به کار بگیریم، زمین‌های ما همیشه بارور هستند و به کشاورزی پایدار می‌رسیم. به این امید که این اتفاق بیفته و هر چه سریع‌تر ما محصولات ارگانیک رو در بازارهای خودمون ببینیم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. با پنگان آگاهی نزدیک‌تر است.